این خانواده آلمانی آماده می شوند تا مثل هر هفته همراه با دیگر معترضان بر ضد پروژه ایستگاه راه آهن اشتوتگارت موسوم به اشتوتگارت 21 تظاهرات کنند. سال گذشته تعداد آنها به 50 نفر هم نمی رسید و امروز ده ها هزار نفر هستند، از هر قشر و گروه و سن و سالی. مطابق آخرین نظرسنجی ها 53% آلمان ها با این پروژه جنجالی مخالفند. معترضان مانند این خانواده اشتوتگارتی معتقدند که ایستگاه راه آهن مرکزی شهرشان میتواند در سطح زمین باقی بماند و بنابراین لزومی ندارد که برای احداث یک ایستگاه مدرن زیرزمینی مبلغ بیش از 4 میلیارد یورو هزینه شود. بودجه هنگفتی که میتواند صرف سرمایه گذاری در دیگر بخش‌های شهری شود. آنها می‌خواهند با آمدن به خیابان توجه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان شهری را به این نکته جلب کنند. من سابقا عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان بودم و از روزی که عملیات تخریب قسمت شمالی ایستگاه راه آهن شروع شد از عضویت در این حزب انصراف دادم. این پروژه شکاف عمیقی رو بین دیدگاه‌های مردم نه تنها در اشتوتگارت بلکه در تمام آلمان به وجود آورده و تنها راه برون رفت از آن همه پرسی است. به نظر من راه حل دیگه‌ای وجود نداره. Und die Politik ist am Ende ihres Lateins angelangt. من تا پیش از این در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده بودم و فقط ویولون می‌زدم. ویولون خانواده، اما امروز خانواده موسیقیدان بوش وقت خود را بیشتر صرف شرکت در تظاهرات می‌کنند. وقتی بچه‌ها کوچک بودم ما با قطار خیلی سفر می‌کردیم. کالسکه بچه و چمدون رو هم با خودمون می‌بردیم. در ایستگاه جدید که زیرزمین هست، تعداد سکوهای سوار شدن به قطار کاهش پیدا می‌کنه. برای اومدن روی زمین باید توی صف آسانسور بایستید. پله برقی‌ها خراب میشن، اعصاب آدم خرد میشه و خلاصه فکر نمی‌کنم پروژه جدید خوب از آب در بیاد. انتقادهای زیادی در مورد اون وجود مسئولان راه آهن آلمان و سیاستگزاران این کشور سعی در تسریع عملیات اجرایی این پروژه دارند. آنها معتقدند با این کار شهر اشتوتگارت تبدیل به قلب اروپا می شود و قادر خواهد بود تا پاریس را به براتیسلاوا وصل کند. هزینه اجرای این پروژه 4.1 میلیارد یورو برآورد شده که قرار است میزان قابل توجهی از آن را دولت آلمان بپردازد. این پروژه نکات مثبت زیادی دارد. به عنوان نمونه با اجرای آن 100 هکتار به فضای پارک نزدیک ایستگاه فلی اضافه خواهد شد. این مکان در حال حاضر آشیانه قطارهای از دور خارج است. همانطور که در ماکت مشاهده می‌کنید، علاوه بر فواید زیست محیطی این کار، فضای گردشگری برای حدود 24000 نفر وجود دارد و فضا برای ایجاد 15000 فرصت شغلی نیز فراهم می‌شود. Büroangestellte Arbeitsplätze in Büroräumen. ارتباط نزدیک بین سیاستمداران و بازرگانان در اشتوتگارت، شهری که کارخانه‌های اتومبیل‌سازی بنز و پورشه در آن واقع شدند، به نظر مخالفان پروژه قابل تأمل است. برخی از ساکنان هم نگران افزایش تصاعدی قیمت زمین‌هایی خواهند بود که با ساخته شدن خط راه‌آهن جدید آزاد می‌شوند. بیش از نیمی از مسیر 117 کیلومتری خط راه‌آهن جدید از داخل تونل می‌گذرد. من کاملاً با این پروژه مخالفم. چرا؟ اول به خاطر اینکه هزینه‌اش خیلی زیاده، دومی که چرا باید چنین ایستگاه احمقانه‌ای بسازیم؟ اگر ایستگاه فعلی رو بازسازی کنیم خیلی بهتره. آیا تو تظاهرات شرکت می‌کنین؟ قطعاً، به عنوان یک شهروند اشتوتگارت در تظاهرات شرکت می‌کنم. من دوستان زیادی دارم که موافق این پروژه هستند و دوستانی که مخالفند. خودم هنوز نظر خاصی ندارم. به خاطر همین فکر میکنم که همه پرسی گزینه مناسبی نیست، چرا که من اطلاعات کافی در این مورد دارم ولی وقت کافی ندارم که واقعا به عمق مسئله برم. با این وجود موافقان پروژه هم در خانه های خود ننشستند، آنها هم در تظاهرات شرکت میکنند. همه پرسی در صورت برگزاری در سراسر ایالت بادن وورتمبرگ انجام خواهد شد. حامیان پروژه امیدوارند این موضوع تأثیر مثبتی بر اقتصاد منطقه بگذارد. این کار باعث به وجود اومدن شغل میشه. من خیلی از قطار استفاده میکنم. من فکر میکنم که با این پروژه جابجایی ها خیلی سریعتر انجام بشه.
واقعا لازم است که اشتوتگارت صاحب یک ایستگاه جدید شود و به شهرهای مهم وصل شود. بودجه که برای بخش حمل و نقل در نظر گرفته شده فقط باید در این بخش هزینه شود. قبلا در مورد نکات مثبت و منفی پروژه بحث شده و تصمیم نهایی هم که گرفته شده است. طرح اشتوتگارت در رأی دادن شما تأثیر داره؟ قطعاً ما از حامیان حزب دموکرات مسیحی بودیم و به اونها هم رأی دادیم، ولی الان احساس میکنیم که به نظر ما توجهی نشده. این مسئله میتواند به حاکمیت 57 ساله حزب دموکرات مسیحی بر ایالت بادن وورتمبرگ خاتمه دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتخابات 27 مارس سال آینده را به همه پرسی در مورد پروژه اشتوتگارت 21 تشبیه کرد. من مایلم با کسانی که هنوز در مورد اجرای پروژه اشتوتگارت 21 قانع نشدند ارتباط داشته باشم. با این برنامه تلویزیونی هم ما در صدد هستیم اعتماد افراد بیشتری را نسبت به این پروژه کسب کنیم و به هدف خود خواهیم رسید. من امیدوارم که بتوانم اعتماد همه را به دست آورم. تظاهر کنندگان با آوردن یک سوسمار مصنوعی در خیابان و تشبیه آن به اشتفان ماپوس رئیس ایالت، سعی دارند عملکرد او را در بی‌توجهی به 90 هزار امضای جمع‌آوری شده در مخالفت با پروژه اینگونه به باد انتقاد بگیرند. نتایج نظرسنجی اخیر در اشتوتگارت نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی ماپوس فقط 34% آرا را در انتخابات ماه مارس کسب خواهد کرد. در صورت تحقق نتایج این نظرسنجی، وینفرید کرچمان رهبر سبزها در پارلمان محلی به ریاست ایالت خواهد رسید. سبزها در حال حاضر تنها 12% کرسی ها را در اختیار دارند. با اینکه واقعیت‌های موجود حق را به ما می‌دهند و حتی انفجار قیمت‌ها توسط موافقان طرح هم تایید شده است، با این حال اگر تظاهرات و اعتراضات خیابانی نباشد، هیچ کس، تکرار می‌کنم، هیچ کس ما را در پارلمان جدی نخواهد گرفت. اشتوتگارت 21 پس از آنکه پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در روز 30 سپتامبر به خشونت متوسل شد، منجر به مباحثات بسیاری در بین شهروندان آلمانی شده است. بسیاری از آن روز با نام پنج شنبه سیاه یاد می‌کنند، روزی که نیروهای امنیتی با اسپری فلفل و آب فشار قوی با تظاهرکنندگان برخورد کردند و صدها تن در جریان آن زخمی شدند. حتی بسیاری از سیاستمداران هم خواستار تغییراتی در این پروژه شدند. دوران قطعی بودن تصمیمات به سر آمده و امروز زمان مشارکت دادن هرچه بیشتر شهروندان در فرایند تصمیم گیری است.